دوست داری بدونی چه شکلی با استفاده از قلمو و مرکب رو بوم میتونیم کالیگرافی کنیم، تو این ویدیو تا انتها با من همراه باش. سلام، من الهه میرافسل هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون نحوه کالیگرافی روی بوم با استفاده از قلمو و مرکب رو آموزش بدم. اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردید، بهتون پیشنهاد میکنم که منو سابسکرایب کنید، چون هر هفته آموزش‌های رایگان کالیگرافی و نقاشی زیادی رو توی کانالم آپلود میکنم. و اگه دوست دارید یوتیوب بهتون اطلاع بده که کی این آموزش‌ها رو میذارم، اون زنگوله کنارش رو بزنید. اول زمینه کار رو با استفاده از رنگ قرمز اکریلیک رنگ میکنم. اگه زمینه کارتون با یه دست رنگ کردن خوب کاور نشد، اونو دو دست رنگ آمیزی کنید. میذاریم زمینمو خشک بشه و وارد مرحله بعد میشیم. انتخاب شماره قلمو برای کالیگرافی روی بوم کاملاً به طرحی که میخواید روی بومتون اجرا کنید بستگی داره. یعنی اگه شما طرحی که میخواید روی بوم اجرا کنید لاین های باریکی باشه که بینش میخواید کالیگرافی رو انجام بدید، در اون حالت باید از قلموهای کوچیکتر با شماره های پایینتر استفاده کنید و هرچی این لاین ها بزرگتر و ضخیمتر باشه، شما باید از قلموهای بزرگتر با شماره های بیشتر استفاده کنید. یعنی شما بعد از یه مدت که کالیگرافی رو تمرین کردید و پروژه های مختلفی رو انجام دادید، شما متوجه میشید که برای هر کاری از چه شماره قلمویی میتونید استفاده کنید. من تو این آموزش میخوام بهتون نحوه کالیگرافی با قلمو و مرکب رو آموزش بدم. تو آموزش های بعدی کالیگرافی با رنگ اکریلیک و قلمو و کالیگرافی با قلم نی روی بوم رو بهتون آموزش میدم. مرکبی که برای کالیگرافی روی بوم استفاده می کنید، غلظتش باید مناسب باشه. اگه مرکبی که استفاده می کنید خیلی رقیق باشه یا خیلی غلیظ باشه، توی کشش هایی که روی بوم انجام می دید، مرکب کم میاد یا خیلی رنگتون کم رنگ می شه. پس سعی کنید از برندهایی استفاده کنید که غلظت خوبی داره. و نکته دیگه‌ای که برای کالیگرافی روی بوم باید بهش توجه کنید اینه که مرکبتون باید مرکب ضد آب باشه. مقدار مرکبی که با قلمو برمی‌دارید تا روی بوم کالیگرافی انجام بدید باید متناسب باشه. اگه مقدار این مرکب توی قلموتون خیلی زیاد باشه، موقع کالیگرافی حجم زیادی از مرکب رو بومتون منتقل میشه و نوشته هاتون اون ظرافت لازم رو نداره. اگه مرکب کمی هم بردارید، نمیتونید به راحتی اتصال‌ها رو بنویسید. اینکه چه مقدار مرکبی رو شما با قلمو بردارید کاملا تجربیه. یعنی شما با تمرین و تکرار کالیگرافی رو بوم با استفاده از مرکب به این نتیجه میرسید که چه مقدار و حجم از مرکب رو با قلمو بردارید. توصیه من به شما اینه که تمام فیلم های کالیگرافی که تو کانال به مرور میذارم رو دقیق و با جزئیات تا انتها ببینید، چون تو هر قسمت کلمات و اتصالات جدیدی رو مینویسم که ممکنه تو آموزش های قبلی بهتون یاد نداده باشم و با دیدن هر قسمت شما اتصالات و کلمات جدید و نحوه کالیگرافی اونها رو یاد میگیرید. همینطوری که میبینید من از بوم مربع استفاده کردم و طراحی که برای این کالیگرافی در نظر گرفتم مربع‌های تو در تویی هست که با فاصله 1 سانت از هم قرار گرفتن. من سعی میکنم تو هر قسمت از طرح‌های مختلفی استفاده کنم تا شما مدل‌ها و طرح‌های مختلفی رو تو کالیگرافی ببینید. سعی کنید کالیگرافی داخل طرح‌هاتون یه نظم و انضباط خاصی رو داشته باشه. کالیگرافی تو این طرح رو از مربع داخلی شروع کردم و وقتی مربع اولم پر شد و دیگه هیچ کلمه داخلش جا نشد، از پایین همون کلمه آخر تو مربع بعدی شروع کردم به کالیگرافی کردن. اگه هنوز دستتون راه نیفتاده و ابتدای راه هستید، میتونید نحوه کالیگرافی هر کدوم از این کلمات رو اول تمرین کنید، بعد روی بوم پیاده کنید و باید جوری کالیگرافی کنید که تمام کلمات اون متن یا شعری که در نظر گرفتید داخل طرحتون جا بشه. وقتی کالیگرافی داخل طرحمون تموم شد، اون قسمت‌های خالی رو پر می‌کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و برای بقیه دوستای هنرمندتون بفرستید. و اگه سوالی دارید تو قسمت کامنت‌ها ازم بپرسید.